گوگوش میخواند تا صدای ملتش زنده بماند. دوستان عزیز، به کانال حاشیه مدیا خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیز روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و اون زنگوله کناریشو فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. گوگوش که بعد از مهاجرت به آمریکا 21 سالگی تجباریش رو با یک آلبوم جدید و تور آمریکای شمالی جشن گرفت که در یکی از مصاحبه‌ها گفت دلیل خوندن او کودکانی هستند که به عنوان غیر ایرانی بزرگ میشن. ایرانیان بسیاری در طول دهه‌های گذشته بنابر دلایل زیادی از کشورمون ایران مهاجرت کردند که بخشی از اونها همچون خود گوگوش امکان بازگشت رو ندارن. فرزندان این افراد و نسل دوم و سوم هموطنانمون که هرگز به ایران بر نگشتن و اصلا هرگز کشورمون رو ندیدن از جمله کسانی هستند که به کنسرت های گوگوش می روند. گوگوش خواننده‌ای با تبار آذری که نام هنریش ارمنی است، اما برای ایرانیانی که مجبور به ترک کشور شدن می خونه. گوگوش در مصاحبه‌ای با NPR گفته بود نسل جوان ایرانی که والدین اونها مجبور به زندگی در خارج از ایران شدن زبان خود را فراموش می‌کنند. آهنگ‌های من می‌تونه به اونها در بازیابی زبان مادری کمک کنه. گوگوش با نام فائق آتشین در سال 1329 در تهران به دنیا آمد. از 3 سالگی به صحنه رفت و تا امروز خوش می‌درخشه. گوگوش در یکی از مصاحبه‌هاش در مورد پدرش صابر آتشین گفت پدرم متوجه شد که من استعداد خوانندگی دارم و استعداد من رو کشف کرد. پدرم باعث شد من در مقابل مردم بخونم. در 9 سالگی در فیلم ترس و امید بازی کردم. گوگوش در یک صحنه یک ساز اسباب بازی رو می‌نوازه و جانی گیتار پگیلی رو می‌خونه. نوجوانی گوگوش در تهرانی گذشت که در تسخیر موسیقی پاپ غربی بود. او میگوید موسیقی غربی تاثیر عمده‌ای در مسیر حرفه‌ای او داره. زمانی که با وقوع انقلاب در ایران گوگوش مجبور به سکوت اجباری شد، در اوج موفقیت حرفه‌ای خودش قرار داشت. کارنامه‌ای مملو از آهنگ‌های محبوب و بازی در کنار بزرگان درجه یک کشور در فیلم های پرفروش، همه با تعطیلی صنعت سینما و موسیقی در سال 1357 پایان یافت. او که در آن زمان در لس آنجلس آمریکا بود، با وجود تمام اتفاقات پیش آمده به ایران بازگشت. پس از آن گوگوش برای 21 سال تنها صدایی در نوارهای کاست ممنوعه و تصاویر ویدیویی رنگ باخته بود. گوگوش که در اوج کار خود مجبور شد 21 سال در سکوت زندگی کنه، سرانجام در سال 79 تونست ایران رو ترک کنه. اولین توقف او در تورنتو بود، جایی که 18 هزار هوادار او در یکی از احساسی ترین رویدادهای تاریخ موسیقی معاصر ایران منتظر بازگشت او بودند. گوگوش با یادآوری آن روز فرخنده که به صحنه بازگشت اشک می‌ریخت. او در توضیحاتی در این مورد گفت زبانم بند آمد و بعدش ترسیدم. نمیدانستم آیا میتوانم از عهده راضی کردن این جمعیت بر بیام یا نه، اما این اتفاق افتاد. حالا چندین دهه از آن کنسرت تاریخی گذشته و گوگوش همچنان امیدوارانه به خواندن ادامه میدهد. ترانه های جدیدترین آلبوم او 21 اولین همکاری مشترک او با سیاوش قمیشی هم بود رو رها اعتمادی نوشت. خانم گوگوش اعلام کردن تا جایی که جان در بدن دارم و توانایی دارم آواز میخونم و به ایرانیان سراسر جهان عشق و امید هدیه خواهم داد. امیدواریم که خانم گوگوش شاه ماهی موسیقی کشورمون همچنان شاد و سلامت باشند، چرا که خانم گوگوش متاسفانه این سالهای اخیر مبتلا به بیماری پارکینسون شدند و متاسفانه یک کمی بیماریشون پیشرفت کرده و چند وقت پیش هم همسر سابقشون آقای محمود قربانی و نزدیکان خانم گوگوش اعلام کردند که قرار خانم گوگوش به زودی با صحنه خداحافظی بکنه و در واقع این غم بزرگی برای خانم گوگوش هستش. گوگوش که از بچگی روی صحنه بوده، خداحافظی با صحنه براش بسیار دردناکه، ولی گوگوش تصمیم گرفته در اوج خداحافظی بکنه.
اما جالبه بدونید بسیاری از افرادی که شاید هرگز در موسیقی هیچ جایگاهی نمیتونستن داشته باشند، از بودن در کنار گوگوش تونستن خوش بدرخشن و در واقع به منافع مالی که هرگز فکرشو نمی کردن دست پیدا بکنن. یکی از این افراد رها اعتمادی و فردی به نام خانم ندا کرمانی و همچنین یه چند نفر از مجریان مشهور شبکه‌های ماهواره‌ای و چند نفر از خواننده‌های در واقع نه چندان مشهور هستن که این روزها اونها رو در شبکه‌های ماهواره‌ای زیاد می‌بینیم. که خب البته سن و سالی هم ندارن. یکی از این افراد آقای بابک سعیدی هستش که بسیاری از آهنگسازان از او انتقاد کردند و گفتند بابک سعیدی سیم جمع کنه کنسرت های خواننده های نه چندان مشهور در داخل کشور بود که از وقتی مهاجرت کرد و رفت لندن تحت حمایت های شبکه من و تو و گوگوش قرار گرفت و تونست خودش رو مشهور و محبوب کنه و در واقع در کنار گوگوش بودن براش منافع مالی بسیار زیادی داشت. فرزند خوانده خانم گوگوش پولاد کیمیایی هم در مورد بابک سعیدی همین نظر رو داد و پولاد کیمیایی در مورد بابک سعیدی گفت بابک سعیدی در ایران سیم جمع کنه کنسرت ها بود. واقعا بعید از گوگوش که بیاد با یه آدمی که اصلا سواد درستی از موسیقی نداره همکاری بکنه. خیلی از آهنگسازان مشهور و مطرح کشورمون در خارج از کشور بودن و هستن که خانم گوگوش میتونست به راحتی باشون همکاری بکنه، ولی متاسفانه در این سالهای اخیر شاهد این هستیم که خانم گوگوش با جوانهایی همکاری میکنه که سواد موسیقی ندارن. خانم گوگوش که در این سالها ظاهراً به اشتباهات گذشته خودش سخت پی برده، حالا غیرتش به جوش اومده و سعی کرده با بسیاری از همکاران قدیمی خودش که البته بسیار کاربلد و حرفه‌ای و محبوب و مشهور هستند همکاری بکنه. و شاید جالب باشه براتون بدونید که رها اعتمادی که در این سالهای اخیر با خانم گوگوش رابطه عاشقانه و رابطه همکاری داشتند اصلا تمایلی نداشت که گوگوش با خانواده‌اش رابطه داشته باشه و رابطه گوگوش رو با خانواده‌اش به نوعی قطع کرده بود و حالا رها اعتمادی بعد از کسب منافع مالیش و همچنین مشهور شدنش حالا سعی کرده از خانم گوگوش جدا بشه و خانم گوگوش هم ظاهراً به غیرتش برخورده و سعی داره با خانواده‌اش رابطه نزدیک تری داشته باشه و مایا قربانی نوه خانم گوگوش هم در کنسرت جدید خانم گوگوش حضور داشتن. البته قرار بود برادر مایا هم حضور پیدا بکنه در کنسرت مادر بزرگش که مریض شد و نتونست بیاد کنسرت و حالا شاهد این هستیم که انشالله در کنسرت بعدی خانم گوگوش شاهد حضور جنجالی کامبیز خان قربانی تنها فرزند خانم گوگوش بعد از سالها در کنسرت مادرش باشیم و ببینیم که این دو نفر با هم آشتی کردن. دوستان عزیز لطفا نظراتتون رو راجع به تأثیرات خانم گوگوش در موسیقی کشورمون و همچنین تأثیرات ایشون در زبان مادری بسیاری از کودکان و نوجوانان خارج از کشور در قسمت کامنت ها برامون بنویسید، البته به صورت فینگلیش، و لطفا در قسمت سرچ یوتیوب نام کانال حاشیه مدیا رو سرچ کنید و وارد کانالمون بشید و لایک کنید ویدیوهامون رو، در واقع روی تبلیغات کلیک کنید و کامنت برامون بنویسید به صورت فینگلیش و در نهایت روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و روی اون زنگوله کلیک کنید و حتما و لطفا یادتون نره روی آر کلیک کنید و حتما و لطفا از قند و شکنهای پولی با سرور عربستان و استرالیا و آمریکا و کانادا استفاده کنید. ممنون که با ما همراه بودید. شب و روزتون خوش.